فرمانده اکمل امیری چگونه به شهادت رسید؟ بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. فرمانده اکمل امیری چگونه به شهادت رسید؟ ویدا سپهری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد. جزئیات شهادت فرمانده اکمل امیری و فرمانده وزیر اندرابی. طبق گزارش یک منبع محلی، در سالنگ قریه هنروه فرمانده اکمل امیری با 8 تن از افراد همراهش نخست در منزل کوه اشرف سالنگی در هنروه بالا اسیر و سپس 7 تن آنان به شمول اکمل امیری توسط طالبان تیرباران می شوند. طالبان 1 تن از اسیران را زنده نگه می دارند و با شکنجه شدید از او اعتراف می گیرند و نام اکمال کنندگان اکمل امیری را به طالبان می گوید. این منبع محلی می گوید طالبان 6 تن از افراد قریه هنروه را نیز دستگیر و با خود برده اند. اجساد شهدا فعلا در هنروه بالاست و قرار است صلیب سرخ امروز اجساد را از ساحه منتقل نمایند. روح فرمانده بصیر اندرابی و اکمل امیری شهید شاد و یادشان جاودان باد. با درد و اندوه بزرگ، فرمانده اکمل امیری، یکی از سرداران جبهه هندوکش‌ها، در حوالی تپه‌های جبل سراج با 7 تن از همرزمانش در جنگ علیه طالبان اشغالگر جام شهادت را نوشیده است. شادروان اکمل امیری شهید، یکی از فرزانگان نیروهای ارتش گذشته و از مقاومتگران با دانش جبهه مقاومت ضد طالبان بود. اکمل امیری مبارزه خود را در چوکات جبهه آزادی آغاز کرده بود و سرانجام پس از یک نبرد سنگین با وارد نمودن تلفات زیاد با دشمن برای آزادی سرزمینش در دل هندوکش ها جان خود را قربان کرد. جبهه آزادی و خانواده شاد روان شهید اکمل خبر شهادت او را تایید کرده اند. روحش شاد و یادش جاودان باد. ویدا سپهری. صدیق اندرابی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: شهادت راه مردان خداست. با تأسف فرمانده اکمل امیری، یکی از بلندقامتان استوار هندوکش، با 8 تن از همسگران دلیرش به خاطر شرف و عزت مردم افغانستان تا آخرین رمق حیات خود در مقابل اشغالگران مبارزه کردند و به درجه شهادت نائل گردیده اند. این حادثه غم انگیز به همه آزادگان سرزمینم تسلیت باد. اطمینان من به همه مردم افغانستان این است که ما مانند گذشته برای تحقق عدالت و آرمان شهدا مبارزه خواهیم کرد. ان شاء الله حق بر باطل پیروز می شود. هارون میرسعیدی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: انا لله و انا الیه راجعون. فرمانده اکمل امیری در اثر توطئه داخلی توسط دشمن جام شهادت نوشید. آگاهانه این راه با عزت را انتخاب نموده بود و با تعهد به آرمانها و ارزشهای والای جهاد و مقاومت در مسیر مبارزه با دشمنان آزادی وطن تا آخرین قطره خون مردان رزمید. شادروان اکمل امیری به جبهه آزادی پیوسته بود تا پرچم اقتدار و عزت را به اهتزاز درآورد. پاسداری از خون شهدا و ادامه راه مقاومت مسئولیت و رسالت ماست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.